برابری زنان در گروه مبارزه آنها برای سرنگونی دیکتاتورها و مشارکت فعال برای ساختن یک دموکراسی واقعی است. بله، برابری یک آرمان زنده و جوشان و رزم‌آور است، زیرا هر روز و هر ساعت نابرابری و تحقیر در کار شلاق زدن بر گرده زنان در تمام گیتی است، زیرا که هنوز اکثریت عظیمی از زنان حتی صاحب جسم و جان، عاطفه و اندیشه و حتی سرنوشت خود نیستند، زیرا که هنوز در قرن 21 مهمترین حربه ها برای تحقیر و حسب زنان و از میدان بدر کردنشان اتهام ها و ناسزاهای مرد سالارانه و ارتجاعی است و هنوز ذهنیت ها و ناباوری های ویرانگر راه پیشروی زنان را بسته است. به همین دلیل باید سدها و موانع را از میان برداریم، سقف‌های شیشه‌ای را یکی بعد از دیگری بشکنیم، به هیچ دستاوردی قانع نباشیم و قله‌ها را یکی بعد از دیگری فتح کنیم. در غیر این صورت تا الگو و نظام حاکم ادامه دارد، زنان همچنان فرودستند و از آنکه شایسته آنند، یعنی از اداره سرنوشت خود و سرنوشت جامعه و کشورشان حذف می شوند. بله، آرمان برابری زنده است، اما نه فقط به دلیل محرومیت ها و تحقیر ها و ستم ها، بلکه به خاطر قد برافراشتن زنانی که برای سرنگونی دیکتاتوری ها در تونس، لیبی، مصر، یمن، اوکراین، سوریه، عراق و سایر جاها به پا خواسته اند و زنانی که می خواهند دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران را سرنگون کنند. آری، آرمان برابری زنده است به خاطر زنانی که رسالت خود را بر پای جهانی یافتند بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری، مانند زنانی که در ایران از 150 سال پیش و به خصوص از انقلاب مشروطه برای آزادی ها و حقوق زن ایرانی به پا خواستند و زنانی که در بسیاری از کشورهای جهان رنج‌ها کشیدند و برای مبارزه امروز راهگشایی کردند. در قرن گذشته زنان برای کسب حق رأی مبارزه می‌کردند، از زمانی برای از میان برداشتن نابرابری‌ها در خانواده و در محل کار، یا برای محترم شمردن تفاوت‌های طبیعی میان انسان‌ها پیکار می‌کردند. اما امروز فراتر از همه هدف‌های جنبش‌های برابری طلب، زنان برای یک دگرگونی عمیق و همه‌جانبه به پا خواسته‌اند. آن جنبش آزادی بخش مدرن که لازمش پیشروی جوامع بشری در قرن 21 است، هسته اصلی‌اش نیروی زنان است. آن که در برکه سکون و تسلیم شورش به پا می کند، انرژی ها را آزاد می کند و قل و زنجیر ها را در هم می شکند، نیروی زنان است. و آن که نهایتاً بنیادگرایی را از ایران، منطقه و جهان حذف می کند، نیروی زنان است. آری، زنان نیروی تغییر است.
اگر میخواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشه، شرط اولش اینه که از این حرفایی که غربی ها در مورد زن میزنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمیدونم برابری جنسی، ذهنمون از اینا باید به کلی تخلیه کنیم. یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است، برابری گاهی حق است گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او را از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم؟ چرا؟ این چه منطق عقلایی داره؟ این چه دلسوزی توش هست؟ چرا باید کاری که مردانه است به زن داده بشه؟ این چه افتخاری است برای زن که کاری رو انجام بده که مردانه است؟ من متاسفم که گاهی خود خانم ها، خود بانوان روی این مسئله حساسیت نشون میدن که ما با مردا چه فرقی داریم. ما باید بگم که روز یک شنبه هفته و دیمش ماه، نزدیک یک هفته پس از دفاع سریع خامنه ای و رفقی رژیم جنایتکاران از سرکوب زنان، یعنی پس از اظهاراتی که بسیار فراتر از مهر کردن چند باره پای تبعیض جنسی باید اون را ارزیابی کرد، 5 تن از شکنجگران و عوامل نیروهای سرکوبگر رژیم با ابزار و آلاتی مثل باتون، شوکر برقی و کمربند به بند 1 زندان زنان در شهر ری در نزدیک تهران حمله کردند و زنان بی‌دفاع این بند رو به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. در همین رابطه دبیرخانه شورای ملی مقاومت بیانیه‌ای صادر کرده. از جمله تو این بیانیه گفته که در این بند که مساحت آن حدود 190 متر مربع است، 240 زن زندانی هستند. ریحانه جباری، زن جوانی که به خاطر دفاع از خود در مقابل تعرض یک عامل اطلاعاتی رژیم به اعدام محکوم شده، در این بند زندانی است. مزدوران هواخوری بند را بستند و تلفن‌ها را نیز قطع کردند. اینکه در جمهوری جنایت ولی فقیه دجالان ظاهراً دلواپس رعایت نشدن تبعیض جنسیه و برابری رو مغایر اصل خلقت زن میدونه، نباید ذهن رو فریب بده که گویا موضوع و مشکل دیدگاه قرون وسطایی ولایت و رژیم ارتجایی آخوندیه، بلکه پیش از اون و بیش از اون موضوع اصلی تیز کردن تیغ سرکوب برای مقابله با فوران خشم زنان آزاده میهنمونه که یک نمونش رو آخوندها و ولی فقیه جنایتکاران در همین داستان حمله وحشیانه دشقیمان به زندان اوین دیدند که چطور به رغم همه تهدیدات و خطرات مادران زندانیان شجاعانه و تمام قد به دفاع از فرزندان مبارز و مجاهدشون بلند شدند و رژیم رو با همه وحشیگریاش و جنایاتش به هیچ گرفتند. و این البته برای رژیم زهرخورده خب خیلی خطرناک و لرزاننده است و میشه گفت که به همین دلیله که خامنه ای روز 30 فروردین با وجود اینکه میتونه حدس بزنه که این اظهاراتی کرد حتی مماشاتگران رو هم در احراج قرار میده و مجبور به موضع‌گیری علیه خودش میکنه، به بازنشخوار بخشی و واقعا بخش کوچیکی از اعتقادات متعفن امام لعنت شدهش علیه زنان میپردازه. Yeah!
اون از تراوت افکار امام رذالت پیشش میگه، یعنی خمینی، کسی که سابقه ننگین و خونین اون در قتل عام زنان مجاهد و مبارز زندانی در سال 67 و حکم تجاوز به دختران قبل از اعدام و اعدام زنان باردار نیاز به هیچ توضیحی نداره و اون کسیه که سقف مبارزه و تنها مخالفتش با دیکتاتوری شاه هم در رابطه با شرکت زنان در رای گیری در انتخابات بود. راستی باید از خامنه ای ولی فقیه جنایتکاران پرسید، چطور در نظام خونریز شما زنان نباید به دلیل ساختار جسمی از رشته‌های تحصیلی برابر با مردان برخوردار باشند، ولی توی شلاق خوردن و در هجوم اراذل اوباش جنایتکار شما به بند زندانیان بیدفاع زن کاملا برابری واجبه و احتمالاً اعدام زنان باردار رو هم شما تبعیض مثبت نسبت به مردان تلقی میکنید، چون که برابری رو در سنگسار و اعدام که کاملا رعایت میکنید. به صحنه اومدن ولی فقیه زرخورده و دلواپسیهاش برای رد برابری زن و مرد، این خودش یک پوش وحشتیه که از قیام و خیزش جامعه، اونم جامعه به جان آمده، به سراپای ولی فقیه افتاده و به خصوص زنان آزاده این میهن باید بگم که آتشگیرانه قیامی هستند که این رژیم رو با همه باندهاش با هر رنگ و لعابی هدف قرار خواهند داد و بی تردید سراپای این رژیم وحشی رو خواهند سوزوند و به گورستان خواهند فرستاد.